رحمان الرحیم بعضی برادران سوال کردند که بابایشان در دل ما در سر ما هر خل وسوسه ها گناه ها می آید، آیا همین گناه نوشته می شود و چی کار کنیم از این خلاص می شیم؟ برادران ارجمند، وقتی که الله سبحانه و تعالی آیت آخری سوره بقره را فرستاد که لله ما فی السماوات و ما فی الارض و ان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوه یحاسبکم به الله، همین آیت که آمد صحابه های کرام غمگین شدند و گفتند که ای عایشه آچه جان، ما هلاک شدیم. برای چی؟ برای آن که الله سبحانه و تعالی میگوید که هر چیزی که در ذهنتان گذراندید الله سبحانه و تعالی شما را محاسبه میکند. عایشه مادرمان رضی الله عنها نزد پیغمبر علیه السلام در آمدند، گفتند که شاگردانت امت زیبای تو غمگین هستند برای مسئله. پیغمبر علیه السلام طهارت کرد، نماز خواندند، جبریل امین آمد از نزد الله سبحانه و تعالی، گفت که لها ما کسبت و علیها ما اکتسبت. الله سبحانه و تعالی گفت که تا اگر امت تو سخن نگوید، تا امت تو عمل نکند، الله سبحانه و تعالی گفت که محاسبه شان نمی کنم. حتی پیغمبر علیه السلام میگوید که ان الله تبارک و تعالی تجاوز لی عن امتی ما لم تتکلم او تعمل. پیغمبر علیه السلام میگه که الله سبحانه و تعالی به خاطر من از امت من گذشت، چرا؟ یعنی چیزی که در دلش ما حدثت بهی انفسها، یعنی چیزی که در دلش می آید نفس و سخن میگد، ما حدثت بهی انفسها یا که انفسها، یعنی تا اگر چیزی که در نفس انسان میگذرد، او فکرهای بدی که در انسان میگذرد، او را الله محاسبه نمی کند تا انسان سخن نگوید، تا که عمل نکند. این یکی از رحمتهای الهی است. الحمدلله رب العالمین که خداوند این وسوسه را از ما محاسبه نمی کند. و کسی اگر در دلش وسوسه دارد، پروای وسوسه نکند، از قفای حق شود، همیشه یعنی نماز بخواند، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بگوید، انشاءالله وسوسهش از بین می رود. خداوند ما و شما را از جمیع وسوسه ها حفظ و محافظت کند.